شرکتشون رو به فعالیت‌های بیشتر و بهتر برسونن. یعنی من، شما، همین آدمای معمولی نمیتونیم از این هم‌اندیشی مثبت استفاده کنیم؟ یکی میگه چرا؟ اما کیه؟ وندارت یک جوان ترکمن و ساکن شهر گرگانه. اون در یک پاساژ مغازه صنایع دستی داره که البته معلوم صنایع دستی ترکمنا رو می‌فروشه. چقدرم زیبا هستن. و اونو سایر صاحبان فروشگاه‌های واقع در پاساژ هر پنج شنبه جلسه هم‌اندیشی مثبت دارن. اونا یه سالی هست که این کار رو انجام میدن و نتیجه هم گرفتن. این کار به پیشنهاد پسر آقای حقدوست صاحب پاساژ که مدیریت خونده انجام گرفته. اما الان همه راضیه. چرا که یه سال پیش پاساژ در حال ضرر دادن بود، اما الان به یمن همین جلسات و دادن ایده های خوب یکی از بهترین پاساژهای شهرستان گرگانه که سرقفلیش هم خیلی بالاست. باورتون میشه؟ جلسه هم‌اندیشی در یک پاساژ در شهرستان گرگان. اینم تجربه ونداد. به نظر میرسه که جلسه هم‌اندیشی به درد همه صاحبار کار میخوره. به نظر شما اینطور نیست؟ بله، کاملا حق با شماست. یه جلسه با این همه فایده. صاحبان محترم صنایع و شرکت‌های اداری و بازرگانی و تبلیغاتی و آموزشی و غیره و غیره و غیره، از این بهتر مگه چیزی هم پیدا میشه؟ خب؟ خب به جمالتون. منظورم اینه که خب که چی؟ این جلسات هم‌اندیشی به چه دردی میخوره؟ درست. ببینه قربان، این جلسه تو خیلی موارد میتونه به ما کمک بکنه. مهمترین کارکرداش هم من مکتوب کردم، تقدیم حضور کردم. مطالعه بفرمایید. اگه سوالی بود من در خدمتتون هستم. خب منظور از این تکمیل نظریات چیه؟ درست. ببینید، چون هر کدوم از آدمایی که توی این جلسه هستن یک جور منحصر به فرد به ماجرا نگاه میکنن، به همین دلیل هر ایده‌ای که از سمت این افراد بیان میشه مسئله رو مورد بررسی قرار میده و اینطوری به همدیگه کمک میکنن که ایده ها به بهترین نحو همدیگه رو تکمیل کنن. هم افزای ایده ها یعنی چی؟ یعنی منظورم اینه که چطور میشه که ایده ها اضافه میشن؟ چون در این جمع از طریق بارش فکری هر کسی که هر ایده‌ای داره بیان میکنه، این قضیه باعث میشه که ایده ها برای همدیگه ایده بیارن، یعنی یه ایده جدید بیارن. درست. به این ترتیب دقیقا مثل دومینوهایی که به همدیگه میخوره. کاملا درست. بسیار عالی. متوجه نشدم ربطش به اعتماد به نفس چیه؟ خب قربان اسمش روشه، چون که نگاه همه مثبته و همه جنبه مثبت قضیه رو نگاه میکنن، این مقوله باعث میشه که همدیگر رو تشویق کنن و محصلش میشه که به همدیگر اعتماد به نفس میدن. اعتماد به نفس خیلی مهمه، تشویق هم خیلی مهمه، به واقع یه جور درس مدیریتیه. این جلسات هم‌اندیشی مثبت چیز خوبیه، مگه نه؟ دیگه استاد بزرگ شماییم، ما از شما یاد میگیریم. اختیار. بله، کاملا حق با شماست. یه جلسه با این همه فایده. یه راه حل عالی برای بالا بردن سطح کاری و حرفه‌ای و رسیدن به یک موقعیت عالی و البته بالا رفتن رشد اقتصادی. دیگه چی میخوان؟ من مخالفم. ای آقا، با این همه مزایا مخالفی؟ بله مخالفم. آها فهمیدم، شما یک مخالفی. راستی یک مخالف در این جلسات هم‌اندیشی چطور باید مخالفت کنه؟ بالاخره با احترام گروه رو نگه داریم، با متانت، با اجازه از حضور همشون اعتراضمون رو خیلی به قول آزاد و راحت اعتراض کنیم. خیلی دوستانه و به اعضای گروهش بگه که من با نظرتون مخالفم. من خودم یعنی شخصا اینجوری نیستم که خیلی به زبون بیارم، توی عملم نشون میدم. شاید بهترین راه مخالفت کردم اون گروه اینطوری نیستش که ابتدا بیای موضع بگیری راجبشون،
شاید یک قدم باید بری عقب از خواسته‌ای که داری، باهاشون همسو بشی تا یه جاهایی، بعد در یک موقعیت که از نظر فکری، از نظر روانی چیزشو داشتن، موقعیتشو داشتن، حالا اون موقع بیایی مثلا اعتراضت رو مثلا بگی، مخالفتت رو اعلام کنی. مخالفت رو باید اولا با عصبانیت و خشم بیان نکنیم، خونسرد و آرام، و سعی کنیم به فرمایش مولوی دلائل قوی باید و معنوی، نه رگهای گردن به حجت قوی. معمولا به صورت گفتمانه تو جمع مطرح میشه که آقا نظر من مخالفه اینه، بعد نظرم من بیان میکنم، شاید نظر کسی دیگه هم مخالف من باشه ولی من دلیل واسه حرفم میارم. کاملا درسته، نظرات مخالف خیلی خوبه، به شرط اینکه باعث انحراف از موضوع یا تخریب مشترکات گروه نشه. تا حالا فکر کردین که اگه این همه آدم که بی توجه از کنار هم عبور میکنن در جریان یه ارتباط مؤثر و مثبت قرار بگیرن که انرژیای اونا رو همسو کنه چه اتفاقی میفته؟ مثل این امواج میشدن، کوبنده و پرتوان. این یعنی سینرژی یا همون انرژی گروهی برای رسیدن به تصمیم و حل مسئله. یکی از پیامدهای مثبت این جلسات وجود روابط مثبت و سرشار از روحیه و انگیزه بین اعضاست که میتونه انرژی زیادی رو برای ایجاد نظرات جدید یا حل مشکلات و مسائل ایجاد کنه. شما هنوز در این مورد مرددین؟ آخه چرا؟ آها، منظورتون اینه که اعضای گروه هماندیشی مثبت باید چجوری باشن؟ اینطوری نباید باشن، یعنی هر کی ساز خودشو نزنه، تمرکز داشته باشن. بله، تمرکز. اولین ویژگی اینه که افراد باید روی اهداف تمرکز داشته باشن و صحبتهای خودشونو در مسیر این اهداف تنظیم کنن، حرفای حاشیه هم نزنن. ویژگی دوم خیشتنداریه، یعنی تحمل شنیدن نظرات مخالف. سومین ویژگی گوش دادن فعال و اثر بخشه. خوب گوش بدین و بازخورد بدین. ها، اینطوری هم طرف مقابل میفهمه که شما به حرفش با دقت گوش میدین و هم خودتون واقعا منظورشو میفهمین. انعطاف پذیر بودن چهارمین ویژگیه. میدونین یه عضو انعطاف پذیر چطوریه؟ اینطور آموزش پذیره و از نظر عاطفی احساس امنیت داره، خلاقه و به فکر خدمت کردنه. میدونین چطور میتونین انعطافتون رو بیشتر کنین؟ همینطوری، اینکه مدام در حال یادگیری باشین تا تبدیل به یه عادت بشه. خارج از محدودیت‌ها فکر کنین و دائم به خودتون بگین چطور میتونم این وضعیت رو بهتر کنم. این میشه باعث افزایش انعطاف شما. یادتون باشه که شما شریکین نه رقیب. بهتر اینطوری فکر کنین که همه باید برنده باشن و اینکه شما مکمل هم هستین. این میشه پنجمین ویژگی. ششمین ویژگی شما باید این باشه که به دیگران کمک کنین تا ارتقا پیدا کنن. اینطوری هم دیگران شما رو دوست دارن و هم کارتون بهتر میشه. تو یک تیم خوب همه به هم کمک میکنن که خوب بازی کنن. این یه قانون درسته. به همه خانم‌ها و آقایانی که در مراکز کاریشون گروه‌های هماندیشی مثبت دارن تبریک میگیم. به همه شمایی هم که از فردا قصد دارین در محل کارتون گروه هماندیشی مثبت راه بندازین هم تبریک میگیم. فکر میکنم همه ما لذت قرار گرفتن در یک جمع و ابراز عقیده و ایده هامون رو تا حالا داشتیم. خیلی لذت بخشه که دیگران
گفتگوهای با ما داشته باشن، ایده ها و نظرات ما رو بپرسن و ما با دیگران بشینیم در مورد یک موضوعی از ابعاد مختلفش صحبت کنیم. اما گاهی اوقات ما وقتی در جمع قرار میگیریم قدرت ابراز عقاید و ایده هامون رو نداریم، یا حتی تصمیم گیری هامون رو انقدر شخصی و فردی انجام میدیم چون دلمون نمیخواد که دیگران در مورد ما کوچکترین ابراز نظر و عقیده‌ای بکنن و فکر میکنیم همیشه باید رأساً تصمیم بگیریم. همه اینا باعث میشه این لذت زیبای هماندیشی مثبت رو ما در زندگی از دست بدیم. حالا چرا ما گاهی در جمع ها، در کلاس های درس، در تصمیم گیری های خانوادگی یا اجتماعی یا شغلی معمولا دوری میکنیم از اینکه عقیده و نظر خودمون رو ابراز کنیم؟ ببینید، همه ما در درونمون یک کودکی داریم که این کودک پیام‌های گذشته رو با خودش امروز میاره و برای ما بازنوازی میکنه و دوباره تکرار میکنه. این پیام‌ها معمولاً از والدین ما یا محیط اطرافمون گرفته شده. متاسفانه خیلی از ماها وقتی کوچیک بودیم توسط والدینمون از حرف زدن در جمع منع میشدیم. این نکته رو خیلی مهم و با تأکید میگم که والدین امروز بدونن اگر بچه هاشون نسبت به موضوعی میخوان ابراز نظر و عقیده کنن بهشون نگن شما کوچیکین، برو بیرون، تو حرف نزن. اینها باعث میشه که اون وقتی بزرگ شد هم همین پیام رو برای خودش بازنوازی کنه که احتمالاً حرف من حرف مهمی نیست یا دیدگاه جالبی من نخواهم داشت. در کودکی به ما زیاد گفته شده که چه کاری رو انجام بدیم و چه کاری رو انجام ندیم، اما اغلب به ما یاد داده نشده که چجوری از نظرها و ایده های خودمون دفاع کنیم یا در خودمون احساس توفیق و موفقیت رو داشته باشیم. اغلب ما میترسیم که اگر بخوایم در ارتباطاتمون با دیگران حرفی رو بزنیم مورد تایید واقع نشیم. بنابراین توی ارتباطات اجتماعیمون آدم‌های منفعلی تصور میشیم که دیگران هم روی ما خیلی حساب نمی‌کنن و ما رو خیلی طرف مشورت خودشون قرار نمیدن و ما ممکنه که خیلی زود احساس کنیم که از نظر دیگران آدم‌های مهم و با ارزشی نیستیم. چی کار باید بکنیم برای این موضوع؟ یکی از مهمترین چیزها اینه که ما ریشه این قضیه رو پیدا کنیم. منظورم از پیدا کردن ریشه این نیست که برگردیم والدینمون رو سرزنش کنیم که چرا شما در گذشته اجازه ندادید ما حرف بزنیم. به هر حال والدین ما هم یدکش سیستم تربیتی قدیمی خودشون هستن یا در شرایطی زندگی میکردن که نمیتونستن شاید خیلی از چیزهایی رو که خودشون هم سعی میدونستن به ما اجازهش رو بدن. بنابراین این که میگم ریشهش رو پیدا کنیم برای این هستش که فقط بدونیم این احساس خجالت، این احساس در واقع مانعی که وجود داره برای در هم آمیختگی با دیگران و ابراز عقیدمون از کودکی ما برمیگرده و چیزی نیست که به امروز ما خیلی ربط داشته باشه. دومین موضوع اینه که از خودمون مراقبت کنیم. مراقبت از خود یعنی اینکه من خودم رو دوست داشته باشم. منظورم این نیست که فقط عقایدم رو، شاید حتی از رسیدگی به خودم و به جسمم شروع بشه. اینکه من به غذایی که میخورم اهمیت بدم، به پوششم اهمیت بدم و بعد به روابطم اهمیت بدم. برای خودم اینقدر ارزش قائل باشم که دوستانی رو در اطراف خودم گردآوری کنم و زمان بذارم و بخوام با اونها ارتباط بگیرم. این اهمیت دادن به خود باعث میشه اون کودکی که در گذشته خیلی مورد ارزش و اهمیت نبوده امروز بتونه جایگاه خودش رو در درون ما و در شخصیت ما پیدا کنه. موضوع دوم این که ما سعی کنیم دوستانی رو در کنار خودمون گردآوری کنیم که دارای آرا، عقیده و نظر باشن و شنونده های خوبی باشن و آدم های مثبتی باشن. از این که دوستانی رو داشته باشیم که مدام ناله میکنن و نق میزنن باید پرهیز کنیم. گاهی اوقات من دیدم وقتی که اعضا دور هم در یک مهمونی، در محیط کار یا هر جایی قرار میگیرن، مرتبا آشغالهای ذهنشون رو میارن و به هم دیگه پاس میدن. در واقع این افراد سعی میکنن مشکلاتی رو که همه باهاش آشنا هستن به تکرار بیان کنن و از هم انرژی میگیرن بدون که هیچ انرژی بدن. اگر قرار ما هماندیشی مثبت داشته باشیم، باید سعی کنیم حتی اگر در مورد مشکل یا ایرادی صحبت میکنیم برایش یک راه حلی هم داشته باشیم. اغلب افراد رو شما میبینید در تعاملاتی که با همدیگه دارن مکررن فقط مشکلات رو بیان میکنن، اینکه زندگی خیلی سخته، چنین مشکلی وجود داره، آدم ها چنین هستن و چنان هستن، یا من فعلا شرایطم اینه. خب حالا راه حل چیه؟ در هماندیشی مثبت ما از افکار دیگران سکویی درست میکنیم برای رشد خودمون و خودمون سکویی میشیم برای رشد دیگران. در واقع همون قطره قطره ایه که میتونه یک دریا بشه و یک جریان بزرگی رو ایجاد کنه. در افکار مثبت ما در واقع هم فکر خودمون و هم فکر دیگران رو به جای منفی گویی و به جای فرسودگی روانی به سمت رشد داریم سوق میدیم.
هممون به یک هدف مشترکی فکر میکنیم که اگر هم الزاماً به اون هدف نرسیم، در مسیر رسیدن به اون هدف داریم رشد میکنیم. ببینید، ما آدم‌ها یک دنیای پدیدارشناختی شخصی داریم. از این منظر شاید وقایع رو ما از ابعاد بسته و محدودی بتونیم نگاه کنیم. حتی اطلاعات ما ممکنه اطلاعات محدودی باشن. حتی اگر ما خیلی مطالعه کنیم، باز هم منابعی رو که میتونیم داشته باشیم منابع محدودیه. وقتی ما با افرادی مواجه هستیم که ایده هاشون رو به راحتی ابراز میکنن و شنونده های خوبی هستن و ایده های ما رو هم میشنون، ما میتونیم امیدوار باشیم که نتیجه انتخاب ها و زندگی ما نتیجه مثبت تری خواهد بود. اما سهم من چی؟ اینو من نمیگم، این کوچولو میگه. بچه ها نمیتونن سهمی در این جلسات داشته باشن؟ خانواده ها چی؟ اونا میتونن برای خودشون جلسات هماندیشی مثبت داشته باشن؟ من که فکر میکنم بتونن.